آی دکتر، از زحماتتون بی نهایت سپاس گذارم. داداش خیلی مخلصتم، چاکرتم، اصلا دمت گرم. سرکار خانم، از مصاحبت با شما بی نهایت سعادتمند شدم، به عرش رسیدم. همیشه اولین برخوردها وقتی فرهنگا مختلفه هم خیلی سخته هم خیلی مهمه. یه تصویری از طرف مقابل تو ذهن شما ایجاد میکنه، یه تصویری هم از شما تو ذهن طرف مقابل ایجاد میکنه، تا مدتهای مدیدی این تو ذهن طرف میمونه. چی میخوام بگم؟ بریم. آماده، 1 2 3. سلام. برای شما عزیزان که من رو نمیشناسین، اسم من رضاست و تو این کانال هر چیزی که مربوط به شانگهای به صورت عمومی تر در رابطه با چین وجود داره، مثل بچه آدم به زبان خودم برای شما عزیزان میگم. خب عبارتهایی که گفتم، خیلی مخلصم، بسیار سعادتمند شدم، دمت گرم، به عرش رسیدم، خب اینا رو که نمیشه ترجمه کرد که. یعنی ترجمه لفظی بخوای بکنی، مثلا به انگلیسی بخوای بگی I am your servant، من نوکرتم، خب طرف گیج میزنه دیگه، قاطی میکنه، میگه این یارو چی میگه. بخوای به چینی بگی که قوز بالا قوزه، اصلا ورشه نیده ای، اصلا مفهوم عوض میشه. اصلا طرف میگه بابا این نخورده مسته، اصلا چی داره میگه. من تو این برنامه براتون میگم یه حرکتی رو میتونیم انجام بدیم که تمام این مفاهیم رو توش داره، یه جفت شیش زدیم. میخواید بدونیم؟ بریم. خیلی وقتا شده که با چینی ممکنه برخورد کرده باشین، یا شاید هم در آینده برخورد کنین. شاید وزیر باشین، شاید یه بیزنسمن باشین، شاید یه رستوران دارین، شاید یه مخلوطی از همه اینها، شاید هم یه دستندرکارین، دستتون تو کاره، شاید هم یه آدم عادی هستین، میخواین فرهنگتون رو به بقیه نشون بدین. برخلاف ما ایرانی ها خیلی ادعامون میشه که فرهنگ داریم دیگه، فرهنگی با سابقه هزاران سال سابقه، درست؟ من امروز تو این برنامه یکی از چیزایی که واسه فرهنگ چینی ها خیلی مهمه، در اولین معاشرت تأثیر بسیار بسیار زیادی واسه شون میذاره، برای شما میگم. فرض کنین یه خارجی به شما یهو بگه به زبان فارسی، یهو برگرده بگه دمت گرم، مرسی، خیلی حال دادی، خب چه حسی بهتون دست میده؟ این عجب بابا، این آدم چقدر فرهنگ ما رو میشناسه دیگه، درست؟ من تو این برنامه دقیقا به شما میگم چه حرکتی انجام بدین همین مفهوم رو کامل برسونه. اول باید قبل از هر چیزی بایستی فلسفه این کار رو خدمت شما عزیزان بگم که کامل متوجه بشین چی میگم. چینیا از هزاران سال پیش خودشون رو مخترع مشروب سفید میدونستن، مخترع الکل میدونن. حالا ما ادعا داریم دیگه توی اختراعاتی که به دنیا عرضه کردیم شراب بوده، درست؟ شراب شیراز یکی از این اختراعاتی بوده که ثبت کردیم و گفتیم که اصلا دانه های شراب شیراز از طرف ایرانی ها به دنیا عرضه شد. آقای رازی رو هم داریم، حضرت رازی رو هم داریم که الکل رو اختراع کرد. ولی چینی ها بر این باورن که الکل سفید جهت خوردن، نوشیدن، یعنی مشروب سفید اونا اختراع کردن. و اون موقع هزاران هزار سال پیش، اون موقع که چینی ها مشروب درست میکرد، مشروب میخوردن، مست میشدن، خوش بودن، بقیه دنیا داشتن تیله بازی میکردن. یه چیزی دارم به نام مشروب سفید، بهش میگم بایجیو، و یه سری شاتای کوچیک. حالا اینطوری هست، این مشروبشون هم توی ظرفی مثل اینه که ظرف چینیه، البته هزاران مدل، انواع اقسام، شکل و شمایل مختلف داره. از زمان خیلی خیلی قدیم، چون اینا همش با هم به صورت یکی از باز چیزایی که تو فرهنگشون هست با هم غذا میخورن و دور هم روی میز میشینن و صرف غذا میکنن. خیلی وقتا وقتی که غذا میخورن، خب مشروب میخورن، از عرض میکنم از هزاران سال پیش. آقا این مشروبشون رو میگرفتن، این لیوان رو، درست؟ این دوتا شات رو میگرفتن به هم میزدن، درست؟ این مطلب رو همه میدون. چیزی که واسه چینیا خیلی مهمه و در واقع میشه گفت یکی از اون چیزایی که دقیقا نشون میده که طرف چقدر به طرف مقابل احترام میذاره، اینه که این دوتا لیوانو که ملاحظه میفرمایین، دوتا گیلاس رو
برای مثال این لیوان شماست، این لیوان طرف چینیه، این رو بیاریم پایین تر، دقت بکنیم به هم بزنیم پایین تر. به محض اینکه این کار رو بکنی، چینی هم قطعا لیوانش رو میاره پایین تر، به شما ضربه میزن. من صحبتم اصلا خوردن مشروب نیست و میخوام یه چیزی بهتون بگم که خیلی شاید واسه تون جالب باشه. فرض کنین شما وزیر کشورمون هستی، اصلا یک مقام رسمی و دولتی کشور هستی، درست؟ توی جلسات رسمی که اصلا نمیشه طبق قانون مشروب خورد، درست میگم؟ اگرم که بیزنسمنین و شخص عادی و زندگیتون دست خودتونه، که خب کاملا مشخصه، اختیار دست خودتونه، ولی چایی که میخورین، دعوتتون میکنن به شام، چایی که میخورین، چایی نمیخورین، آب که میخورین، درست؟ ببینین به زبان خیلی ساده دارم میگم، میگم آب. اگه بخوام بگم مشروب، میگم مشروب. خیلی ساده و بدون رودرواسی دارم میگم. این لیوان آبتون، این لیوانی که بهتون جلوتون گذاشتن، این آبو بریزین داخلش تا انتها پر کنین، دقت میفرمایین؟ تا انتها. طرف مقابلتون که چینیه، بریم موکی خواستین بهش چیر کنین، لیوانتون بریم پایین تر، دقت کنین، میگم آبا آ، اینو تا ته بنوشین، لیوانتون رو تهش رو به طرف مقابل نشون بدین. این دقیقاً یعنی همون حرکتی که ما به فارسی میگیم خیلی مخلصتم، من ذوب شما شدم، دمت گرم، سعادتمند شدم، شما بسیار انسان فرهیخته. این دقیقا همین مفهوم رو واسه چینیا میرسونه. یعنی اول این لیوانتون رو قشنگ جلوی طرف مقابلم آب بریزین. رستوران دارین، این لیوان آب رو وردار، این بطری آب رو وردار، برو طرف روبروی میزی که چینیا نشستن، این رو روش آب بریز تا انتها پر کن، دقت میفرمایید؟ بخوام بگم فقط آب، بهشون هم نشون بده که آب داریم میریزیم. جلسات رسمی نشستین، عیناً همین، فرقی نمیکنه. این لیوانتون رو ور میدارین، اینم لیوان طرف مقابل چینیه، میارین پایین تر، قطعاً چینی هم میاد پایین تر، شما میرین پایین تر، اون میاد پایین تر، مفهوم رو گرفتین؟ چیرز میفرمایین تا انتها، این آب رو میل میفرمایین، این گیلاس رو به این صورت به طرف مقابلتون که چینیه نشون میدین. این دقیقاً یعنی تمامی اون مفاهیمی که اول برنامه گفتم، یعنی چاکرتم، نوکرتم، دمت گرم، شما خیلی بالایی، سعادتمند شدم، این کل این مفهوم رو شما با این حرکت میتونید به چینیه نشون بدید. نتیجه این کارم به شدت سورپریزتون میکنه، یعنی اون وقت میبینین که چینیه چقدر قدرشناسه، متوجهه که شما فرهنگشو میدونین و واسین ببینین سورپریزشون واسهتون چیه. ببین از بالا دارم میگم، اگر مقام مسئول دولتی هستی، میخوای بهترین نتیجه رو تو مذاکراتت بگیری، اگه بیزنسمن هستی میخوای بهترین دیل رو داشته باشی، اگه رستوران داری میخوای چینی همش بیاد تو رستورانت غذا بخوره، اگه یه آدم عادی هستی که میخوای به چینی نشون بدی فرهنگشون رو میفهمی، این حرکت ساده رو انجام بده. میگم فقط آب بنوشی، یا بطری آب و قشنگ بهش نشون بده، بریز روی این شات تا انتها بخور، لیوان رو نشون بده، فقط میکنی. به همین سادگی نتیجه شما رو شگفت زده خواهد کرد. مفهوم این حرکت هم به این صورته که وقتی شما لیوان رو انتهاش رو نشون میدی به چینی ها، حالا به انگلیسی میگن باتمز آب، ولی واسه چینی ها خیلی مهمه، بهش میگن گامبه. این یعنی سختی این نوشیدن بایجیو که یکی از سخت‌ترین درجات، بالاترین درجات الکل رو داره، مثلا 50%، 60%، 70% به خودت دادی و واسه طرف مقابل احترام قائل شدی. ببین هیچ قرار نیست مشروب بخوری ها، ولی این نماد رو اگه انجام بدی تمام مفهوم رو رسونده. اگه هموطن منم هستی خارج از ایران، برو جایی که چاینا تاون هست، اونجا تیبلای مختلفی از چینیا نشستن، خیلی هم خوشحال میشن که یه خارجی میره تو تیبلشون یه همچین حرکتی رو انجام میده.
این گیلاس رو که توش آب ریختی بهشون نشون بدی، غرق در خوشحالی میشن، نتیجه سورپرایزت میکنه. اگر ازت پرسیدن کجایی، مهم نیست، بگی، زیاد به خودت زحمت نده، بگی I am Persian, I'm not Iranian. ایران و پرژن رو چینی ها به صورت کلی به نام ایران میشناسن و احترام خاصی به سابقه چند هزار ساله ما دارن. نتیجهش بهت یه حال عجیبی میده. خب دوستان عزیز، امیدوارم برنامه امروز براتون مفید و جالب واقع شده باشه و با اولین برخوردی که میتونین چینی ها رو شدیداً سورپرایز کنین آشنا شده باشین. گامبی.